262. سلام، صدا میاد؟ بله صدا میاد. بله ببخش، من یه چیز میخواستم بگم در مورد این تایم برنامه تون. ساعتی که 6:30 میذارین، اگه ممکنه بذارینش یا 7:30 یا 5:30 یه ساعتی باشه، چون دقیقا ساعتی که میذاریم من ساعت کارم و نمیتونم. حالا اگه 5:30 باشه ما بر اساس ما خیلی دلیلای زیادی وجود داره که این ساعت رو انتخاب میکنیم، تغییر دادنش سخته. خب هیچ، منم چند بار خواستم به خاطر همینم. بفرمایید بذارین سر اصل مطلب، برای اینکه آدم که اصل مطلب باش. من دفعه قبلی که اومدم بالا یه جمله ای گفتم در مورد این بود که در واقع نظری که در آیه 33 سوره نساء در مورد زنا اومده، و من گفتم کاش که این آیه توی قرآن نبود و دیگه صدام قطع شد، نشد حرف بزنیم و تا امروز هم وقت نکردم واسه آنلاین باشم. می‌خواستم دیگه توضیح در مورد اون بگم. خب البته این دیدگاه من برای این میگم، یعنی من برای این پایه این حرفو میزنم، حرفایی که میخوام در ادامه بگم، که من اسلام رو بر پایه قرآن قبول دارم، چون از دید من اسلام تحریف شده و به سمت حدیث محور رفتن و اجتهاد محور شدن و هر چیزی که در واقع دوست داشتن توی اسلام گذاشتن و به شدت دور از قرآن شدن رفته. یعنی اینکه اسلام از قرآن دور شده و هر کتاب احکام یا هر کتابی از نظریات اسلامی رو ببینید کلن مبتنی بر احادیثه و نه مبتنی بر قرآن. و بله متوجه شدیم. دوباره تکرارم لازم خواهد بکنم. آره متوجه شدیم. ولی خب ببینید، اولا که قرآن به خودی خودش برای ما به اندازه کافی مشکل داره که لازم نباشه بریم سراغ حدیث که نشون میدیم که چقدر همون آیه هم که خودت گفتی بود دوست داشت قرآن نباشه. حالا بذار من بگم. یه چیز کوچیکی بگم. یه کسایی هستن توی پرایوت چت میپرسن که چرا نمیاریمشون بالا. ببینید شما بعد از 262 آشنا، بعدش دانیال، بعدش محمود. بفرمایید. دید من به قرآن اینه که اول اینکه در مورد احکامی که توی قرآن اومده، اینکه هیچ جایی توی قرآن نگفته که این احکامی که من الان گذاشتم تا ابد باید بمونن. خب یعنی اینکه احکام به نظر من باید عوض بشن. دلیلم اینه که هیچ جایی توی قرآن نگفته که این احکام الی ابد باید باشن. دوم اینکه کاملا واضحه که خیلی از احکام اسلام به درد دنیای مدرن نمیخورن و باید عوض بشن. سوم هم این که اساسا توی قرآن اگه شما با قرآن آشنا باشین، ملاک این که یه نفر وارد بهشت بشه یه نفر وارد جهنم بشه این نیست که احکام رو رعایت میکنه یا نمیکنه. ملاک این که آدم خوب باشه یا آدم بد باشه اینه که خدا رو بپرسته و شیطان رو نپرسته. پس 262 پس تو داری در واقع میگی که تو قبول داری که این آیه زن کتک زدن زنان. آره ببینم صدات خیلی باد میاد 262، نمیدونم خودتون بیت کن وقتی صحبت نمیکنی. پس تو خودت داری قبول میکنی که اون آیه ای که درباره زدن زناست الان نباید باشه. خب آیه ای است که بده اگه الان باشه. خب من سوالم اینه، تو چرا فکر میکنی الان بده ولی قبلا خوب بود؟ من نظرم این نیست که الان بده و قبلا خوب بود. نظرم این که به طور کامل الان غیر اخلاقیه که یه نفر دیگر یه زن رو فقط حرف ولی در مورد آره ولی در مورد قبل، در مورد دوران قبل، خب ادامه بدم دیگه، در مورد دوران قبل بله این امر پذیرفتنی تر بود، خیلی پذیرفتنی تر بوده تا این که تا الان. یعنی اینجور نیست که به همین بدی باشه که شما الان یه مقدار بد بود، ولی یه مقدار بد بوده بله همون موقع، ولی خب کاریش نمیشد بکنیم همون موقع هم یه مقدار بد بوده ولی کاریش نمیشد بکنیم. مثل اینکه مثلا همون موقع به خاطر اینکه هیچ راهکار دیگه ای وجود نداشته، یعنی جامعه مدرن نبوده، قانون وجود نداشته. مثل اینکه اون موقع مثلا خدا توی قرآن میگه که زنان مسلمان شما اگه مرد زنشون رو نمیزدن چی میشد؟ فکر میکنین چی میشه اگه مرد اون زمان زنشون رو نمیزدن؟ بذارید من بگم. ببینید فرض کنید 1400 سال پیشه و خدا میگه که ای زنان مسلمان حجاب سر کنین که مورد تعرض قرار نگیرید، درسته؟ خب اون موقع میتونست به مردای مسلمان هم بگه که ای مردای مسلمان شما ول کنین، گیر نرید به زنان مسلمان. ببین
حاشیه نریم، سر همین مسئله بمونیم. اگه مردا من محمد که خدیجه رو که هیچ وقت نزد، درسته؟ درسته. خب چه اتفاق؟ خب پس اگه خب بقیه مردم زنشون نمیزدن چی میشد؟ شما یه حکم کلی رو در مورد یه نفر نمیتونید بگید، مثلا بگید چون حضرت محمد زنشون نزده خب بقیه هم نمیزدن اتفاقی پیش نمیومد. خب چی میشد؟ خب به من بگو قبل از باشه این غلطه، بگو چی میشد؟ آیا جامعه سقوط میکرد؟ چی میشد اگه مرد زنشون نمیزدن؟ چی میشد؟ جامعه قرار نیست شما با یه حکمتون اگه عوض کنید جامعه سقوط بکنه یا سقوط نکنه. خب چی میشد؟ بگو چی میشد اگه مرد زنشون رو نمیزدن؟ چی میشد؟ کنترلی بر نظم خانوادگی از بین میرفت لابد، همچین چیزی لابد. آره دیگه لابد، این چیز قطعی نیست که بگیم از بین میرفته به طور قطع. نظم خانوادگی از این رفته، یعنی ببینید شما توی قرآن در مورد نشوز میگه که ای مردان، دو تا آیه است دیگه، یکی آیه میگه که ای زن، ای مرد مسلمان، اگه زنتون نشوز کرد خب شما اول باش اینجوری رفتار کنید، آخر سر اگه نشد بزنینش. خب بزن مسلمان هم میگه که اگه مردتون نشوز کرد کاری از دستتون بر نمیاد، برید توکل کنید بر خدا که آدم خوبی باشه. خب قبول دارم این حکم دوگانه است، ولی چرا ببین ما اینقدر مثلا ببین علی فاطمه رو زد؟ نه درسته؟ نه یادم نمیاد. خب ببین من نمیگم که اینا معنیش این میشه که پس نزدن زن باعث سقوط خانواده میشه یا نمیشه. من میگم شما آیا دلیل دارین که نشون بدین که زن باید زده باید زن رو زد تا خانواده رو بشه منظم نگه داشت؟ خب آیا دلیلی دارین که اینو باور کنین؟ و چرا الان دیگه اینطوری نیست؟ الان چرا دیگه اینطوری نیست؟ چی شد؟ چی عوض شده؟ سوال دیگه. سوال دیگه اینه که اون خدای عالم و دانا که اونجا بود به حساب هستش الله تا اونقدر آگاهی داره، یعنی راه دیگه سراغش نبود بجه. به چی میگن؟ یه راه دیگه این نمیدونست به جز زدن. بذار من یه جور دیگه بگم. من حرف این بابک رو اضافه کنم بهش. خب ببین خیلی میگن جامعه اون موقع حاضر نبود برای یک همچین تغییری. خب این کاملا چرت و پرته، برای اینکه محمد اومد کاملا بر اساس داستان خود مسلمان ها اقتصاد تمام قریش رو زد به هم. خب یعنی اگه بی نظمی میخوای تمام این جوری که تمام این جامعه داشت کار میکرد تمام پایش رو محمد گفتش که ما اینو باید عوض کنیم. همه گفتن ما خواه اگه اینو عوض بکنیم که ما دیگه اقتصادمون کاملا میریزه به هم. محمد گفت مهم نیست، ما این درست نیست، باید عوض کنیم. خب هیچ کدوم از خداها رو نباید بپرستیم. گفتن اگه خدا رو نپرستیم که کسی نمیاد اینجا بپرسته اینا رو، ما همه پولمون از اینا در میاریم. محمد تعیین کرد با اینکه این مهم نیست که همه چی میریزه به هم، نظم میخوره به هم، این کار درستیه و چون این کار درستیه ما باید این کار کنیم. کاری که شما داریم میکنین غلطه، برای همین کار رو نباید بکنیم. و جامعه اون موقع هم به نظر میرسید که حاضر نبود اینو قبول بکنه، برای همین خواستن بکشنش، برای همین مجبور شد فرار بکنه، برای همین سه بار باهاش جنگیدند. ولی این معنیش باعث نشد محمد عقب نشینی بکنه. یعنی محمد نشون داد که اگه یه چیزی رو فکر میکنه درسته چقدر باید بی‌نظمی بشه، هر چقدر جامعه اون زمان حاضر نباشه اینو قبول بکنه پاش وای میسه به خاطر اینکه درسته. خب بر این اساس پس چرا یه چیزی مثل زدن زن یک همچین توجیهی براش قائل میشیم که جامعه اون موقع حاضر نیست همچین تغییر رو؟ از این تغییر که این تغییر که خیلی کمتر از تغییر زدن زیر اقتصاد همه جامعه اون موقع بوده. نمی‌دونم میشه اگه این غلطه، اگه زدن زن امروز غلطه همیشه غلطه. خب اگه همیشه غلطه خدایی که قراره یک ببین تازه مشکلم اینه، این قرآن قراره معیار اخلاقی باشه برای همه زمان و همه جا. خب اگه که شما بگین که این آیه مال اون زمانه مال الان نیست، خب پس قرآن رو بندازین دور دیگه. خب پس همش یعنی خب خیلی خب مال اون زمانه مال الان نیست، خب ما دیگه پس از کجا تعیین کردین؟ از لحاظ استانداردهای امروزه تعیین کردین که این مال اون زمان مال این زمان نیست؟ خب قرآن رو بندازین دور، برای اینکه ما همه اخلاق رو میتونیم اینجوری تعیین کنیم، ما دیگه به قرآن احتیاج نداریم. بفرمایید. اول در مورد این بخش آخر که قرآن رو بندازین دور، بله احکام قرآن رو به نظر من باید بندازین دور، نیازی نیست که، ولی قرآن فقط احکام نیست.
یا فقط اخلاق نیست، اخلاق قرآن هم میتونید بندازید دور، خیلی نیازی بهش نداریم. اما در مورد بقیه چیزا، ببینید زنان در در قرآن، قرآن خودش گفته بگم. نگفته، هیچ جای قرآن نگفته که من الی الابد احکام من الی الابد باید باشن. هیچ جای قرآن همچین چیزی وجود نداره. یه جای قرآن گفته که کسایی که میان بعضی از جاهای قرآن قبول میکنن بعضیش قبول نمیکنن، اینا بدترین. خب الحمدلله در مورد من نیست، من همش قبول ندارم. اون گفته بعضیش قبول کنید بعضیش نه. من به نظرم احکام قرآن به طور کامپلت میتونیم همشو بذاریم کنار و یه سری احکام خودمون ایجاد کنیم. حالا در مورد من در مورد زنان بگم، ببینید در مورد زنان ما چند تا مورد داریم. بله صدا داری؟ یه سوال دارم. مسلمان هستی خودت؟ بله. میتونم بپرسم چه نوع مسلمانی؟ جزء کدوم دسته؟ شیعه، سنی؟ شیعه دوازده امامه. نه این تو شیعه نیست، اعتقاداتی که دارید و هیچ مسلمانی نمیخوره. تو اسلام خودت ساختی؟ نه میخوره، اسلام خودمو نساختم، من فقط قرآن رو خوندم. بذار من بگم، من بگم در مورد بذار من چیز بگم، کامو کار ندارم. ببین در مورد ارث، مثلا در مورد ببین در مورد زنان ما ارث رو داریم، دیه، شهادت و کتک زدن، این چهار تا مورد رو داریم که ما در مورد زنان مشکل باش برمیخوریم. خب حالا بذار من یه توضیح بدم در مورد زنان. ببینید شما یه ارزش اقتصادی دارید، یه ارزش اجتماعی. ارزش اقتصادی مثلا فرض کنید شما میرید یه قرآن بخرید یا مثلا شاهنامه بخرید. شاهنامه خیلی کتاب قشنگیه، یا قرآن خیلی کتاب خوبیه، ولی وقتی میخواید برید بخریدش یه پولی باید بهش بدین، مثلا 20000 تومان 100000 تومان بدید یه قرآن بخرید. خب کسی نمیگه که ارزش قرآن 100000 تومان است. حالا شما یه نفر رو کشتید یا یه نفر یکی رو کشته، مثال به شما نباشه، یه نفر یکی رو کشته میخواد به جاش پول بده. خب حالا ما مثلا ما بگیم این آقا انیشتن رو کشته، خدا میلیارد تومن پول بده، یا مثلا یه آدم عادی کشته 2000 تومن پول بده، یا مثلا این مبلغ تعیین کردن، داریم در مورد ارزش اقتصادیش حرف میزنیم. ارزش اقتصادی لزوما به شأن و شخصیت یک نفر نیست. اینو می‌خواستم بگم در مورد زنان. اون موقعی که حالا می‌خوام اینو بگم، اون موقعی که این آیات در مورد زنان اومده، زنان ارزش اقتصادی به شدت پایینی داشتن. یعنی ارزش اقتصادی یک زن نصف یک مرد نبوده. به نظرم خدا لطف کرده به زن و گفته نصف مرد ارث بگیر، نصف مرد دیه بگیر. عرضم به حضور شما که در شهادتش رو نصف مرد قبول کرده، این اعتباری بوده. یعنی توی جامعه اون دوره اگه میگفتید مثلا شهادت یک مرد دو برابر یک زنه، مرده اعتراض میکردن که آقا شهادت یک مرد باید 100 برابر یک زن باشه. اصلا زن ارزشش نداره. ببینید دو واقعا داری از اسلام دفاع میکنی، برای اینکه به نظر من تو داری ما اصلا من و بابک لازم نیست حرفی بزنیم. این دفاع تو اصلا خودش فحشه به اسلام. تو داری میگی تو داری میگی که خدا به زن لطف کرده برای اینکه نصف مرد حسابش میکنه، برای اینکه ارزشش کمتر هم بوده. اون موقعی که ببینید اون موقع ارزش زن، مثلا فرض کنید ارزش اقتصادی یه زن، ارزش اقتصادی یه زن خیلی کمتر از یک مرد بوده. خب ببین خدایی که ارزش که حقوق یک انسان رو بر اساس ارزش اقتصادیش میدونه، حقوقش نه، ارث. من چیزی که گفتم ارث، دیه، شهادت، این ستا رو ارث، دیه و شهادتش رو، اینا حقوقه. فقط اینا ما نیست. توی جامعه بذار من حرف بزنم. تو جامعه پیشرفته ما از خدای شما خیلی بهتره، برای اینکه ما تو جامعه مدرن امروزی میدونیم که ارزش اقتصادی هیچ شخصی رو بهونه برای کمتر یا بیشتر بودن حقوقشون نکنیم. این چیزیه که خدای اسلام نفهمیده مثل این که، و این شما اشتباه میکنید، کارتون کاملا اشتباهه. ببینید فرض کنید 1400 سال پیشه و یک پسر توی ایجاد ثروت پسر پدرش خیلی 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 تأثیرش بیشتر از یه دختره. اون موقع شما میخواید بگید وقتی که اون پدر به رحمت خدا رفت و فوت شد، ارث رو نصف کنید. خب این کاملا ظلم به یک پسره. ببینید فرض کنید، ببینید فرض کنید در زمان قدیم کشاورزی بوده و دامپروری. خب اون موقع مرد تاثیرش پسر تاثیرش بوده. خب قوانین قبیله جامعه های قبیله گرایی، یعنی قبیله های مختلف، بله با قوانین کشورهای با قوانین استیت ها فرق داشته. ببین من حتی لازم نیست به دنیای مدرن امروز نگاه بکنین. خب این قوانین عربستان امروزی مال 1400 سال پیش، حتی از یونان باستانی که کلی قبل از عرب بوده هم عقب افتاده تره. خب یعنی مثلا شما تو یونان باستان هم اگه نگاه بکنین،
حقوق انسان ها با ربطی با مقدار مثلا اقتصادیشون به جنسیتشون ربط داره. کاملا به جنسیتشون ربط داره. بله به جنسیتشون ربط داره، داشتم همین رو گفتم، گفتم اونم نقص خودش هم داره. خب ولی به مقدار به تولید اقتصادیشون ربطی نداره، به ارزش اقتصادیشون ربطی نداره. یعنی چرا ربط داره؟ ربط داره دقیقاً نه. همینه. ببینید آرمین، از اول تا آخر همین ارزش اقتصادی ملاک بوده. بابا نزن اگه میشه روی چیزی بگو. وقتی که مثلا 1400 سال پیش توی یونان باستان، توی روم باستان وقتی گفتن ارزش زن پایین تره، اون موقع اصلا ملاک چیز دیگه ای نبوده. نه ملاک فقط ارزش اقتصادی بوده دیگه. نه نه نه، ملاک ارزش اقتصادی نبوده، زورگویی بوده. خب زورگویی یه مدل از به دست آوردن اقتصاد بوده. یعنی شما اصلا نمیتونستی امنیت یه جایی امنیت یک کسب و کار رو ایجاد بکنی. نه ببین، از نظر اقتصادی مثلا مردا چه فقیر یا پولدار حقوقشون یکی بوده. خب از لحاظ اینکه مثلا حق انتخاب نه. توی پالیتیک توی سیاست یکی بوده. خب حداقل اصلش این بوده، الان نمیدونم از لحاظ اجرایی ممکنه اینجوری در نیامده، ولی اصلش قانون این بوده که باید اینجوری بشه. خب ولی خب یعنی حداقل اینو ببین، مثلا ما میتونیم نگاه کنیم که توی مثلا پایه‌گذارای آمریکا هم یه سری اصولی رو قبول داشتن ولی رعایت نکردن. ما مثال برای این کسایی که رعایت نکردن داریم، ولی اصولش رو قبول داشتن. خب مثلا این کسایی بودن ضد برده‌داری بودن، اصولش رو قبول داشتن ولی خودشون هم برده داشتن، ولی حداقل اصولش تو اون زمان دیگه قابل قبول بوده. این که یک قبیله بیاد خب بگو مثالش اینه که شما ببین مثلا وقتی میگی که مثلا ارزش همه مردها برابر بوده، چه فقیر چه پولدار، خب توی قرآن هم همینه، چه فقیر چه پولدار همه مردها یکن. چرا تو الان داری میگی اینجوری نیست؟ خب من میگم قرآن، چون زنها به طور کامل قابلیت این رو نداشتن. زنها قابلیت این رو نداشتن. اگر اسلام خب خوبه، پس خوب این مثال خوبیه. اگر اسلام اومد تعیین کرد که همه مردان مسلمان خب حقوقشون باید با هم برابر باشه و ارزش اقتصادیشون اون موقع مطرح نبود، خب یک مرد مسلمان پولدار و یک مرد مسلمان فقیر تا وقتی جفتشون آزاد باشن، برده نباشن، حقشون تو اسلام با هم برابره. یعنی ارزش اقتصادی هیچ اصلا اینجا مطرح نیست. پس اگه اسلام تونست تعیین کنه که ارزش اقتصادی اینجا حقوقشون رو با هم رو حقوقشون تاثیر نداره، چرا یک زن بهونه شده تو میگی که حقوقش از مرد کمتره به خاطر اینکه ارزش اقتصادیش از مرد کمتره؟ خب من میگم آخه من نفهمیدم حرفت چیه. حرفت اینه که زن چرا از برده بیشتره حقوقش، چرا یک زن از برده حقوقش بیشتره؟ گوش کن، نه نه یه بار دیگه گوش کن. خب مرد مسلمان آزاد A پولدار، مرد مسلمان پولدار آزاد A، خب درسته، مرد مسلمان آزاد فقیر B، تو اسلام حقوق A و B با هم یکیه، برابره. برابره. ولی زن مسلمان آزاد C حقوقش تو بعضی جاها نصف مرده، و تو اگه میگی به خاطر این حقوقش نصف مرده که ارزش اقتصادیش کمتره، پس چرا اون مردی که فقیر خب بود ارزش حقوقش نصف مرده؟ خب بذار من بگم. ببین تو اول مشکل دینی که مرد مسلمان بی که فقیره با یه زن مقایسهش میکنی و میگی که این زن مسلمان چرا حقوقش از اون پایین تر از اون مرد فقیر. من میگم نه، که اون مرد مسلمان نکردی. من گوش کردم. نه من میگم اگه من مرد بی رو با زن سی مقایسه نکردم. من میگم که اگه اصل بر این باشه که ارزش اقتصادیش کمتره، چرا این برای زن حقوق میاره پایین ولی برای مرد حقوق نمیاره پایین؟ چرا اگه خب به خاطر اینی که مرد، ببینید ما در مورد سه تا چیز حرف میزنیم، ارث، دیه و شهادت. در مورد ارث خب ما میگیم که یک فرد با خواهرش مقایسه میشه، یعنی شما نمیتونید هر مردی رو با هر زنی مقایسه کنید، یک مرد با خواهرش مقایسه میشه چون ارث قراره بین این دو نفر تقسیم بشه. اگر یک خواهری و اگر یک برادر، به طور معمول یک خواهر و یک برادر ارثی که از پدر میبرن، هر دو یا فقیرن یا ثروتمندن. خب اگر هر دو فقیر باشن، یعنی
اصلا ربطی البته ربطی به این نداره، ربطش به اینه که این دو نفر در دوران گذشته چقدر میتونستن کمک کنن به پدر که ثروت ایجاد کنه و چقدر نقششون بوده در ایجاد ثروت پدر. خب یه مرد چلاق الان سر ارث، ببین اصلا به سر ارث حرف بزنیم فقط. یک پسری که چلاق به دنیا اومده، خب که اصلا نمیتونه کار بکنه، خب درسته، ارزش اقتصادیش کمه، خب درسته، حقوقش توی اسلام اگه یک مرد مسلمان آزاد باشه از حقوقش از مرد مسلمان دیگه کمتر نمیشه، حتی اگه از با خواهرش مقایسه کن، بگو از خواهرش بیشتره، خب درست، با خواهرش بیشتره. آره درست میگن اینجا، خب من قبول دارم اینو چون به صورت عام شما وقتی که تئوری می نویسید برای عموم می نویسید اینو، شما وقتی یه تئوری می‌نویسید اینو سریع بگو ما باید بریم سراغ نفر بعد. چرا شما... اگه ارزش اقتصادیه چرا این نفر داره؟ خب چون قانون برای همه است نه برای یه نفر، یعنی اینجور نبوده که خدا بیاد بگه که حالا اگه بگردید اگه ارزش اقتصادی یک مرد مثلا 7 برابر بر خواهرش بود، دیدید این مرد از خواهرش 7 برابر بیشتر به پدرش کمک میکنه که ثروت تشکیل بده، پس شما 7 برابر بیشتر به خواهر ارث بدید. این به خاطر اینکه یه قانون برای همه بنویسه، چون اون موقع من میگم اگر این قانون اینجوری رای نوشته میشد که به هر کسی به اندازه ارزش اقتصادیش بدید، مطمئن باشید به زنا نصف نمیرسید، خیلی خیلی کمتر میرسید، چون زنا واقعا کمک خیلی خیلی کمتری میتونستن بکنن به تشکیل ثروت پدر. الان مشخص شد جواب من؟ بله، من فقط میگم که من خیلی خوشحالم که ما قوانینی رو که رعایت میکنیم از قوانینی که خدا برای تو اسلام تعیین کرده خیلی برتره و ارزش اقتصادی مردم رو بهونه نمیکنیم برای تعیین. خب اگه شما آرمین، اگه شما هزار سال پیش بودی همین قوانین رو میذاشتین؟ من اگه توی قبیله بودم ممکن بود قوانین عقب افتاده رو رعایت میکردم، ولی اگه توی کشور پیشرفته تری بودم. ببین من قوانین رو وضع میکردی، کاری به سوال نوشتن و قوانین وضع کردم. من برام همین موضوع جالبه که خدای اسلام تصمیم گرفته که قرآنی که قرار باشه منبع اخلاقی حساب بشه، حالا نه برای مثل اینکه 262 ولی برای بقیه مسلمان ها، اسلام تو که اصلا اسلام نیست ولی برای اکثر مسلمان ها اومده قوانین رو، من اینو میت میکنم 262 برای اینکه خیلی سر صدا از پشت میاد، بعدم میریم سراغ بابک، بعدم میریم سراغ نفر بعد. ولی ببینید خیلی جالبه، کتابی که قرار بود برای اکثر مسلمان ها بیان نگاه بکنن که روش بهترین زندگی چجوری هست، اومده در یک جا و یک زمانی اتفاق افتاده که عقب افتاده ترین قوانین قبیله گرایی توی یک جامعه الان شده توی دنیای مدرن امروزمون نزدیک 2 میلیارد نفر دارن به این کتاب نگاه میکنن. یعنی شما اومدین اینو کردین ملاک این که ما چه چیزی اخلاقیه و چه چیزی اخلاقیه و چه چیزی قانون خوبه. خب خیلی ها میان میگن که خب اونجا جاش اینجوری بود، زمانش اینجوری بود، خب چه بلایی سر ما اومده که یک همچین جای بدی و یک زمان بدی یک همچین کتابی که از اونجا در اومده باید بشه معیار بقیه جهان. بابک حرفتو بزن ما بریم سراغ عاشق. عرض کنم که برام خیلی جالبه که مسلمین وقتی که صحبت میکنن میگن هزار سال پیشو مقایسه میکنن، میگن به حساب محمد، حالا به حساب و قرآن اومد جایگاهی به زن داد یا حق حقوقی داد، انگار که زنان در قبل از پیش از اسلام هیچ گونه جایگاه یا حق حقوقی نداشتن. من نمیدونم خدیجه خودش کلی پول داشت چی بود، بعد نمیدونم خیلی از زنان دیگه ای هم بودن عملا که این حالتو داشتن که بسیار موفق بودن. نمیدونم بر چه اساسی دوستا این حرف این صحبت رو میکنه. البته درسته این فرهنگ مکه بوده، بر اساس روایت خودشون فرهنگ مکه با فرهنگ مدینه فرق داشت، زنای مدینه مثل این که یه مقدار حقوقشون بالا، یعنی حتی این فرهنگ هم که یه جوری میگن که انگار اینجا اون هم مجبور بودن همه اینجوری با زنشون رفتار کنن، تازه برای خود همه عربستان هم نبود، فقط برای خود مکه اینجوری بود. اصلا عمر هم خودش وقتی که رفتن مدینه عمر نگران بود که میگفتش که زنای مکه دارن پررو میشن، برای اینکه دارن میبینن زنای مدینه دارن با شوهراشون چجوری صحبت میکنن و اگه این ادامه پیدا بکنه اینا مثل اونا پررو میشن، ما باید حواسمون باشه اینا پررو نشن، یعنی بقیه عربستان اینجوری نبود. خب بس سر اینم هستش که مسلمانان اسلام رو به حساب قرآن رو جهان میدونن، برای کل عرض کنم که هر موجودی که در کره زمین وجود داره داره عملا میگن. خب این مسئله، خب
جایگاه زنان تو ایران هم شاید چی میگن فرق میکرده، توی بغداد، توی نمیدونم شام، توی یونان، تو هر جایی. خب این خدا اینقدر عالم و توانا بوده تفاوت این جایگاه رو بین مکه تا مدینه رو درک نمیکرده که یه قانون درست بخواد بذاره که شامل همه بشه. ببخش من یه چیز بگم، این که میگید مثلا حضرت خدیجه اون موقع ورزش خوب بوده یا خیلی زن اینجوری بودن، این نمیشه به همه زنای زمان صدر اسلام بس داد. شما این قوانین در برای کل جامعه بوده، در حالی که اون موقع هم اگه میگشتین به طور عمومی به طور قطع وضع زنها خیلی 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 بدتر از مردا بوده. این نبوده که همه مردا چیز باشن، همه زنها وضع خوبی داشته باشن توی مکه. یکی همین که در مورد قرآن من گفتم هیچ جایی توی قرآن نوشته نشده این میل و علاقه مسلمان ها بوده یا در واقع ساخته توهم مسلمان ها که بگن خیلی خوبی شد اگه قرآن برای همه تاریخ بود. بعد در مورد این که میگی که ما مثلا الان شانس نیاوردیم 1400 سال پیش توی جای بعد قرآن اومده، اتفاقا اگه الان هم میومد قرآن مطمئن باش 1400 سال دیگه، یعنی یه سری قوانین منسجم میاورد الان، 1400 سال دیگه وضع کاملا عوض بشه، اون موقع شما میگید که خب بله قبول 260 من قبول این حرفت قبول دارم. شما میگین که قوانین اسلام به درد امروز نمیخوره، من این حرفت قبول دارم، قوانین اسلامو به درد امروز نمیخوره، هیچ کم نباید دنبال بکنه. ما امروز قوانین دنیای مدرن امروز از قوانین اسلام به شدت برتره، این حرفتو قبول دارم. ما بریم بریم سراغ کسی. خب اینو با هم موافقیم. ممنون 262 فعلا.